خط خبرها بیانیه وزارت دفاع آمریکا از حمله ارتش آمریکا به تأسیسات رژیم ایران عملیات تروریستی در قلب پایتخت و ظریف بار دیگر افشاگری کرد این بار مستقیما قلب خامنه ای هدف تیر ظریف درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروح اخبار وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که به دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای ارتش آمریکا تأسیسات مورد استفاده شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران را در منطقه مرزی عراق و سوریه هدف حمله قرار دادند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد اهداف انتخاب شده در مرز عراق و سوریه تأسیساتی بودند که از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران برای حملات پهبادی علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات آنها مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله مراکزی که مورد حمله قرار گرفتند تأسیسات عملیاتی و انبارهای سلاح بودند که دو نقطه در خاک سوریه و یک نقطه در خاک عراق قرار داشت درگیری مسلحانه در یکی از بزرگراه‌های تهران تیراندازی با سلاح کلاشینکوف در وسط بزرگراه در پایتخت ویدیو ارسالی مخاطبان کانال ایران از تیرندازی با سلاح کلاشینکوف در وسط بزرگراه در پایتخت. تخت ساعت هشت و چلیره همت اطبان هممت بستانه چیه اینجا بزار؟ نه جل بلاغه. بلاغه. شرق به غرب ترافیک شده و فکر کنیم تصادفه حالا جلوتا میبینید با چه صحنه‌ای رو ببینید

از جزئیات و تلفات این اقدام تروریستی اخبار بیشتری در دست نیست به محض کسب اطلاعات بیشتر در برش های بعدی خبر به آن پرداخته خواهد شد رازهای سر به مهر ظریف ناگفته هایی از پشت پرده ای اداره ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین هفته های وزارت یک کتاب شش جلدی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه یک یعنی پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و علاوه آلمان منتشر کرده که برخی از ناگفته های مذاکرات را برای اولین بار در آن آورده است عنوان کتاب راز سر مهر با نام فرعی کوششی سترک برای حقوق امنیت و توسعه ای ایران است این کتاب به غیر از ذریف شامل خاطرات و گفته های علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر خارجه پیش از ظریف عباس عراقچی و مجید تخت روانچی هر دو معاون وزارت خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد اتمی جمهوری اسلامی است ظریف در آخرین روزهای وزارت نسخه ای از این کتاب را به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تقدیم کرده است ایران وایر نگاهی مفصل به این کتاب شش جلدی دارد که پس از این مرور اجمالی به تناوب منتشر می شود. شاید شهروندان ایرانی اطلاع نداشته باشند که برخلاف همه تبلیغات ضد آمریکایی این کشور تحت حکمرانی علی خامنه ای بوده که برای اولین بار برای مذاکرات مستقیم آتومی آمریکا در سال 88 پیش قدم شده است. ظریف در کتاب راز سر به مهر برای اولین بار توضیحاتی مکتوب در این زمینه داده است چند روز مانده به انتخابات سال 88 یعنی فاصله میان دو تا چهار خورداد دنیس راس مشاور وزیر امور خارجی آمریکا با توقف در مسقد یک برگه از آنچه پیشنهادهای ایران نامیده شده بود را از طرف عمانی دریافت داشته و با خود به واشنگتن منتقل می کنند. با توجه به تسلط آیت الله خامنه ای بر همه امور دولتی خصوصا تماس های خارجی و در رأس آنها ارتباط با آمریکا امکان این که وی از ارسال این پیشنهاد برای آمریکا بی خبر بوده باشد منتفی است با این همه در کتاب آمده است که هیچ مشخص نیست پیشنهادهای یاد شده توسط کدام مرجع حاکمیتی و توسط چه کسی به طرف عمانی منتقل شده بود سال 88 سالی طوفانی برای جمهوری اسلامی بود که هنوز پس از گذشت یک دهه با پیامدهای آن دست و پنجه نرم کند آیا خشم آیت الله خامنه ای از بروز اعتراضات گسترده در این سال به دلیل به هم خوردن برنامه وی برای مذاکره با آمریکا و حل و فصل بحران اتمی بوده است احتمال دارد باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا در ماهای منتهی به انتخابات با خامنه ای نام نگاری هایی با او داشته اوباما پس از شروع اعتراضات در ایران سعی کرد از زدن هر حرفی در حمایت از معترضان پرهیز کند که باعث برانگیخته شدن حساسیت آیت الله خامنه ای شود هرچند انتقاد وی از کشته شدن ندا آقا سلطان توسط نیروهای امنیتی آیت الله خامنه ای را براشفت و بارها از اوباما انتقاد کرد که در نامه فدایت چوم چیزی میگوید و در اظهارات علنی طور دیگری حرف میزند در فواصل کتاب هم مشخص است که باراک اوباما به غیر از نامه هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است ارسال می کرده پیام های دیگری هم از طریق وندی شرمن معاون وقت به وزارت خارجه و در خلال مذاکرات پنج بعد یک برای وی می است. نامه پیشنهادی ایران و گرفتن آن توسط مشاور وزیر خارجه وقت آمریکا را میتوان اولین قدم در مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا به میزبانی مسقط دانست که زمین ساز مذاکرات علنی دو طرف و انعقاد توافق برجام شد در کتاب راز سر به گفته شده که هیچ سندی درباره جزئیات پیشنهاد ارائه شده به آمریکا نهاد تنظیم کننده و فردی که آن را به عمان برده است دست کم در مجموعه وزارت خارجه ایران در دست نبوده و ظریف نتوانسته به آن دست پیدا کند با شکست برنامه مذاکره دو جانبه با آمریکا یک سال پس از شروع اعتراضات در ایران و ادامه بحران اتمی شورای امنیت سازمان ملل اقدام به صدور قطنامه 1929 کرد که سنگینترین ترین قطنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. ظریف و همکارانش در کتاب نوشتن که یک سال پس از صدور قطنامه روند توقیف کشتی های ایرانی آغاز شد. هنگ کنگ، مالت و سنگاپور سه ایستگاه نخست برای عملیاتی شدن این سیاست تحریمی بودند. سه کشتی سهند، سبلان و توچال که در سنگاپور همراه دو کشتی دیگر توقیف شده بودند تنها چند هفته پس از توقیف با شکایت یک بانک فرانسوی به حراج گذاشته شدند دو سال پس از تلاش اولیه ایران برای تماس مستقیم با آمریکا همزمان با شدت گرفتن تاثیر تحریم های بین این بار ایران دیگر در رجوع به عمان خواستار پادرمیانی سلطان قابوس پادشاه وقت این کشور شد این بار این تماس با موافقت و همراهی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه ای آغاز شد موضوعی که در آن زمان از سوی ولایتی قاطعانه تکذیب شد از متن کتاب راز سر مهر مشخص است که آیت الله خامن ای در ریزترین جزئیات مربوط به این مذاکرات که همزمان با گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده نظارت داشته و صدای این جلسات هم ضبط و بایگانی شده است در برنامه ریزی یکی از دیدارهای پنهانی معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا در عمان که همزمان با نشست پنج به علاوه یک در قزاقستان بوده است علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشنهاد میدهد دیدار پنهانی در مسقط زودتر انجام شود تا تاثیر آن در مذاکرات علنی پنج به علاوه یک برای همه مشهود باشد صالحی که خود یکی از دستان کاران کتاب راز سر به مهرس میگوید ما از زمان الله فرمودن مخالفت یا موافقتی ندارم با دکتر جلیلی هماهنگ کنید این واکنش البته رویه ای آشنا از آیت الله خامنه ای برای نپذیرفتن مسئولیت امور علا رقم دخالت در جزیات است صالحی سپس ادامه می دهد که در جلسه با سعید جلیلی و معاونش علی باغری و حمید مسلحی وزیر اطلاعات وقت تصمیم به این شد که دیدار با آمریکایی ها پس از پنج به علاوه یک باشد و در آن گفته شود که از آمریکایی ها قنیسازی در برابر فدوا می خواهیم که اشاره به نقل قولی از خامنه است که ساخت نگهداری و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کرده است. به نوشته یک کتاب انجام این دیدار که در آن ایالات متحده به پذیرش غنیسازی اورانیوم در ایران نزدیک شده بود می توانست راهی سریع برای رفع تحریم ها باشد اما کاری که می توانست به تسریع مذاکرات و رفع تحریم ها کمک کند با تأخیر انجام شد و سپس همزمانی آن با تغییر دولت ایران فضای مذاکرات را تغییر داد و رفع تحریم را برای جمهوری اسلامی سختتر کرد. با اینکه ایران دو بار پیشقدم مذاکرات مستقیم با آمریکا شده بود آیت الله خامنه ای در سخنرانی اول نوروز سال 92 خود گفته بود که آمریکایی ها از راه های گوناگون به ما پیغام می که بیایید درباره مسئله هسته ای گفتگو کنیم و سپس موافقت خود را با این موضوع به طور علنی اعلام کرد به نوشته یک کتاب آیت الله ای در گفتگوهای داخلی شرط گذاشته بود که مذاکره کنندگان ایران با پنج به یک با مذاکره کنندگان ایران در تماس پنهانی با آمریکا در کشور عمان متفاوت باشد برای همین در دوره روحانی مذاکرات به جای شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه سپرده شد و عملا مذاکره کنندگان هر دو بخش یک گروه واحد شدند کتاب ظریف و همکارانش در انتقاد از شیوه مذاکرات اتمی در دولت محمود احمدی نژاد سریح است اما جا به جای آن انباشته از نکاتی است که در واقع مسئولیت آن با آیت الله خامنه است و در نهایت انتقاد را غیر مستقیم متوجه وی می کند. در جایی از کتاب نویسندگان به وضوح گلایه کردند که برخی از سخنرانی های آیت الله خامنه ای زمین ساز حمله طرفداران او به دولت و گروه مذاکره کننده بوده است. به طور مثال به انتقادات علنی آیت الله خامنه ای از آمریکا در فاصله توافق موقت اتمی و توافق برجام اشاره شده که به نوشته کتاب با هدف پر کردن دست مذاکره کنندگان صورت گرفته بود اما در عمل باعث شد مذاکره کنندگان تحت بیشترین فشار داخلی و پرونده سازی قرار بگیرند نویسندگان به گزارش نویسی ها و پرونده سازی های علیه دولت و مذاکره کنندگان اشاره می کنند و بدون نام بردن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان این نهاد را می دهند. امریک سپاه با ساخت سریال گاندو آن را در عمل به تصویر کشید. این کتاب احمدی نژاد را فردی معرفی می کند که با حرکات بی سابقه مثل نام نگاری با جورج بوش و باراک اوباما خواهان مذاکره مستقیم و علنی با آنها بود و حتی این درخواست را در زمان حضور خود در نیویورک یعنی زمانی که ظریف هنوز سفیر ایران در سازمان ملل بود مطرح کرده بود اما با اینکه این اقدامات با اجازه یایت آیت الله خامنه ای بوده وی با این سیاست همراهی نکرد و سرانجام هم احمدی نژاد خود را به طور کامل از مذاکرات اتمی کنار کشید در جایی از کتاب از قول علی اصغر حاجی معاون وقت وزارت خارجه و مذاکره کننده اتمی با آمریکایی ها در عمان نقد شده که صالحی به عنوان وزیر خارجه از او خواسته بود احمدی نژاد را ببیند و به او گزارش شفاهی بدهد دکتر احمدی نژاد را دیدم گفت حاجی من گزارش های شما را می بینم گفتم دکتر احمدی نژاد این کافی نیست ما به کمک و نظر شما نیاز داریم در قضیه آمریکا باید کمک کنید نگاهی کرد و جواب من را نداد و تنها گفت خدا حافظ نویسندگان سپس سعید جدیدی و هیئت مذاکره کننده وقت اتمی را ناتوان غیر مبتکر و بی تجربه معرفی می کند که نتوانستند از موقعیت هایی که برای کاهش بحران و حل و فصل پیش می آمده استفاده کنند در جایی از کتاب نقد شده پس از پیروزی روحانی در انتخابات 92 وی ظریف را در آسانسور محل اقامت روحانی می بیند و از او می پرسد چرا وزارت خارجه را نمی پذیرید ظریف به وی پاسخ داده که در نهایت به دهکار و قربانی خواهیم بود در حقیقت وقتی از پل گذشتیم تمام است اشاره او به فشارهای قابل پیش بینی داخلی بود که در هفته های آخر وزارت او در کلام آیت الله خامنه ای به اوج رسید و او اظهارات ظریف درباره نقش مخرب سپاه پاسداران در سیاست خارجی را تکرار حرف دشمن خواند که در فضای سیاسی ایران برای هر فردی میتواند دارای عقوبت جدی باشد